14 مورد از عجیبترین کشفیات غواصا در اقیانوس ها. به کانال ما خوش اومدین. شماره 1، هواپیمای F4U کورس ایل. سوخت این هواپیما در جنگ جهانی دوم تمام شد و خلبان به فکر تغییر مسیر و فرود در اقیانوس افتاد. گفته شده است که خلبان قبل از سقوط هواپیما خارج شده و از این برخورد جان سالمه در برده است. شماره 2، شهر گم شده هراکلیون. فرانک گادیو، باستانشناس مشهور، در یک سفر حماسی برای مدت 5 سال در جستجوی شهر از دست رفته مصر هراکلیون بود. زمانی که او آماده تسلیم شدن بود، این ویرانه های شهر را به صورت تصادفی کشف کرد. شماره 3، ناوگان روح. تصور کنید که در هنگام غواصی با همچین تصویری روبرو شوید. قبرستان یادگار از بمباران در جنگ جهانی دوم در نزدیکی طالب چوک. شماره 4، پارک مجسمه ساز. آب‌های گرم کارائیب در کنون واقع در کشور مکزیک جاذبه منحصر به فردی برای غواصان را به همراه دارد. بیش از 500 مجسمه دیدنی در زیر آب وجود دارد. شماره 5، کشتی MS زنوبیا. کشتی 10000 تنی که در خلیج لارنکا در قبرس غرق شده و به کف اقیانوس رفت و تا امروز هم در همان مکان قرار دارد. شماره 6، رودخانه‌ای در زیر آب. فقط غواصان ماهر می توانند به رودخانه زیر آب که به غار کنتلیو آنجلیا معروف است دسترسی داشته باشند. به نظر می رسد که گیاهان و درختان از داخل رودخانه رشد کرده باشند، اما این فقط یک توهم ناشی از تعامل سولفیت هیدروژن است که گازی سمی به گاز مرداب معروف است که با آب نمک ترکیب می شود. شماره 7، ناو USS اوریکسانی. ناو هواپیمابر آمریکایی که در جنگ‌های بین دو کره و ویتنام استفاده می‌شد، سرانجام غرق شد و در حال حاضر بخشی از بزرگترین صخره‌های مرجانی مصنوعی در جهان به حساب می‌آید. شماره 8، گورستان قطار. در سال 1985 باستانشناسان گورستان قطار را در سواحل نیوجرسی کشف کردند که شامل لوکوموتیو و واگن قطاری بود که قدمت آن به سال 1850 برمی‌گشت. جای تعجب نبود که نیوجرسی این قطار را که می‌توانست گنجینه تاریخی باشد از بین ببرد. شماره 9، بنای یوناگانی مومنتو. این بنا یاد بود یک ساختار عظیم سنگی است که در سواحل ژاپن قرار دارد. گفته می شود قدمت این بنا بیش از 5000 سال است. شماره 10، کشتی SS پرزیدنت کولیدچ. این کشتی بزرگ آمریکایی با قدرت دریانوردی می کرد تا آنکه توسط معدن زیر آب از پا درآمد. شماره 11، شهر آنسینت چین. دریاچه کیاندو در چین آرامگاه شهر آنسینت به معنای باستانی است که در واقع شهری باستانی نیست و به عمد توسط شرکت ساخت و ساز ساخته شده و سپس غرق شده است. شماره 12، نقره های ایرلندی. محققان در حدود 61 تن نقره واقع در یک کشتی باری بریتانیایی از دوران جنگ جهانی دوم در سواحل ایرلند کشف کردند. شماره 13، موشک های آپولو 11. هنگامی که تیم تحقیقاتی با بودجه مؤسس شرکت آمازون جف بزوس با تکنولوژی سونار سیستم تشخیص اشیا در زیر آب که با انتشار پارس صدا بازگشت منعکس شده را اندازه‌گیری می‌کند، به اقیانوس اطلس رفتن این موشک‌ها را کشف کردند. شماره 14، توپ جنگی بلک برد. جای تعجب نیست اگر شما هم یاد فیلم‌های دوزان دریای کارائیب افتاده باشید. کشتی بادبانی کوین انسریویج که ادوارد تیج دوز دریایی با نام مستعار ریش سیاه ناخدای آن بود. این کشتی در سواحل کارولینای شمالی با میلیون ها پوند از گنجینه‌های تاریخی و توپ‌های جنگی که وزن آنها در حدود 1400 کیلوگرم بود غرق شد.